هستیم که یک بار دیگر استاد منوچهر طیاب رو در جمع دوستداران خودشون میبینیم و تصور میکنم 2 سال پیش بود که به مناسبت انتشار کتاب دریای پارس بخارا با همکاری مدیر فاضل کتاب خورشید آقای کازری جشن رونمایی برگزار کردیم که اون شب هم عده‌ای از علاقمندان آقای طیاب با علاقه در اون مجلس شرکت کردند و از جمله آقای محمد رضا اصلانی، خسرو سیانیایی و زنده یاد پرویز ورجاوند از سخنرانان اون نشست بودند که یکی از شب‌های خوب ما در خانه هنرمندان و شب‌های بخارا بود. در اون مجلس هم آقای طیاب نکاتی رو یادآور شدند که به خصوص برای جوانترها و جوانان آموزنده بود و می دیدم که چگونه با علاقه یادداشت برمی داشتن و الان هم خب اکثریت نسل جوانتر هنرمند ما در جمع شرکت دارن. استاد طیاب نیاز به معرفی ندارن، دوستانی که در جمع ما هستن کم و بیش با کاراشون آشنا هستن و اشارات مفصلی که نسبت به حوزه گسترده زندگی هنری ایشون شده خواندن. خب میدانیم که سالها در اتریش زندگی کردن و حاصل این دوره مطالعاتی که در حوزه معماری و کارگردانی سینما و تلویزیون و طراحی صحنه و چند وجه دیگه بوده است، موفق شدن از دانشکده فنی و آکادمی دولتی موسیقی و هنرهای نمایشی وین فارغ التحصیل بشن. این مطالعات و موفقیت‌های دانشگاهی یک بخش شاید کوچک از زندگی هنری ایشون رو شامل میشه. بخش مهمتر تجربیاتی است که بر اساس این آموزش‌ها و دانسته‌ها در طول زندگی بعد از کار دانشگاهی به دست آوردن. بدیهی است که اون چرا که آقای طیاب به دست آوردن یک دفعه نیامده است، بلکه ریشه در یک عشق و شور و وجدی است که از نوجوانی ایشون رو رها نکرده. وجودی که از نوجوانی هنگامی که دوربین عکاسی رو به دست گرفتن نوعی دیگر نگاه کردن رو آموختن، راه افتاد و در پدیده های اطراف خود با سوال نگریست و به تدریج راه خود را یافت، راهی که تا به امروز میبینیم چگونه استوار در اون گام میزنن. استاد ما حتما گاهی به پشت سر خود که نگاه می کنن و از آنچه که انجام دادن یادهایی رو به خاطر می آورن، از تلخ کامی ها و شادی ها، ولی آنچه که باقی مانده است کارنامه ایست که می بینید. یک نگاه گذرا در یک بخش از زندگی آقای طیاب ما رو با وجه ایران شناسی ایشون که از جهتی مورد علاقه ما در بخاراست بیشتر آشنا کرده است. ایران شناسی اما نه از نوع کتابخانه ایش، بلکه از نوع خاصی که همراه با مطالعه در کنار تجربه عملی و انسانی، از سپاهان تا شوشتر مسیر ابن بطوطه را تجربه کردن، وجب به وجب بنادر جنوب این سرزمین را دیدن، نگاه کردن و به تصویر در آوردن و نوشتن، در آیین‌های مردم این سرزمین شرکت کردن و بعد رازهای تاریخیش رو در آوردن و سرانجام از هر کاری به کاری دیگر در این دل گسترده سرزمین ما دل بستن. و اونچه رو که ما می توانیم در این مختصر بگویم که از استاد طیاب می آموزیم، این شاید یک بخشش این باشه که این پیام رو برای ما داشته باشم که پیش از اون که ما جهان رو بشناسیم باید سرزمین خودمان رو بشناسیم و چنین زندگی و کارنامه درخشانی رو استاد منوچهر طیاب و فرهنگ ایرانی تبریک عرض می‌کنم. متشکرم.